سلام، پدرام هستم از کانال فریا. فریا جاییست برای رفع موانع رشد و کمک به تسریع یادگیری مهارت مهندسی با نگاهی به تاریخچه و ریشه هر چیز مربوط به آن. تو این دوره قصد داریم مروری داشته باشیم به کتاب اصول هندسه اقلیدوس. توی قسمت چهارم به قضایای 37-40 از کتاب اول میپردازیم. قضیه 37. مثلث‌هایی که روی قاعده یکسان و موازی‌های یکسان قرار دارند مساوی‌اند. اثبات. فرض کنید ABC و DBC مثلث‌هایی روی یک قاعده BC و روی موازی‌های یکسان AD و BC باشند. می‌گوییم که مثلث ABC با مثلث DBC مساوی است. طبق قضیه 31 فرض کنید آدی از هر دو سمت امتداد پیدا کند و فرض کنید از نقطه بی بی ای موازی با سی آ کشیده شود و طبق قضیه 31 فرض کنید از نقطه سی نیز سی اف موازی با بی دی کشیده شود. بنابراین هر یک از شکل‌های ای بی سی ای و DBCF متوازی الاضلاع بوده و با یکدیگر مساویند. طبق قضیه 35 برای اینکه آنها روی یک قاعده BC و روی موازی های یکسان BC و EF قرار دارند، علاوه بر این مثلث ABC نصف متوازی الاضلاع EBC است، زیرا طبق قضیه 34 قطر AB آن را نصف می کند و مثلث DBC نصف متساوی الاضلاع DBCF است، چون طبق قضیه 34 قطر DC آن را نصف می کند ولی نصف چیزهای مساوی با یکدیگر مساوی اند. در نتیجه مثلث ABC با مثلث DBC مساوی است. قضیه 38. مثلث هایی که روی قاعده های مساوی و موازی های یکسان قرار گیرند با یکدیگر مساویند. اثبات. فرض کنید ABC و DEF مثلث‌هایی روی قاعده‌های مساوی BC و EF و روی موازی‌های یکسان BF و AD باشند. می‌گوییم که مثلث ABC با مثلث DEF مساوی است. طبق قضیه 31 فرض کنید آدی از دو سمت تا جی و اچ ادامه پیدا کند و فرض کنید از بی بی جی موازی سی ای کشیده شود و طبق قضیه 31 فرض کنید از اف اف اچ موازی دی ای رسم شود. سپس هر یک از شکل‌های جی بی سی ای و دی ای اف اچ متوازی الاضلاع هستند و جی بی سی ای با دی اف اچ مساوی است. طبق قضیه 36 زیرا آنها روی قاعده های مساوی بی سی و ای اف و موازی های یکسان بی اف و جی اچ قرار دارند و مثلث ابی سی نصف متوازی الاضلاع جی بی سی ای است، زیرا طبق قضیه 34 قطر ابی آن را دو نیمه می کند و مثلث FEE نصف متوازی الاضلاع DEFH است، زیرا قطر DF آن را دو نیمه می کند. ولی نصف چیزهای مساوی با یکدیگر مساوی اند. پس مثلث ABC با مثلث DEF مساوی است. ما توی کانال فریا ویدیوهای آموزشی و موضوعاتی مثل تاریخ علم رو به اشتراک می‌ذاریم. اگر از فضای کانال ما خوشتون اومده لطفاً حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. قضیه 39. مثلث‌های مساوی که روی یک قاعده و در یک طرف قرار دارند روی موازی‌های یکسان نیز قرار می‌گیرند. اثبات. فرض کنید ABC
و DBC مثلث های مساوی باشند که روی یک قاعده BC و در یک طرف آن قرار دارند. میگوییم که آنها روی موازی های یکسان نیز قرار میگیرند. فرض کنید آدی وصل شود. میگوییم که آدی با BC موازی است. طبق قضیه 31 در غیر این صورت فرض کنید آی از نقطه آ به موازات خط راست BC کشیده شود و فرض کنید EC وصل شود. بنابراین مثلث ABC با مثلث EBC مساوی است. زیرا طبق قضیه 37 روی یک قاعده BC و روی موازی های یکسان قرار دارند. ولی ABC با DBC مساوی است. در نتیجه EBC نیز با DBC مساوی است. جزئی از کل بزرگتر است که غیر ممکن است. پس AE با BC موازی نیست. به طور مشابه می توان ثابت کرد که هیچ خط دیگری به جز AD نیست چنین نیست. پس AD با BC موازی است. قضیه 40 مثلث های مساوی که روی قاعده های مساوی و در یک طرف آنها قرار دارند روی موازی های یکسان قرار می گیرند. اثبات. فرض کنید ABC و CDE مثلث های مساوی روی قاعده های مساوی BC و CE و در یک طرف آن باشند. می گوییم که آنها روی موازی های یکسان نیز قرار می گیرند. برای اینکه فرض کنید آدی وصل شود. میگوییم که آدی با بی ای موازی است. زیرا طبق قضیه 31 در غیر این صورت فرض کنید آف از آ موازی بی ای کشیده شود و اف ای وصل شود. سپس مثلث آ بی سی با مثلث اف سی ای مساوی است. زیرا طبق قضیه 38 روی قاعده های مساوی بی سی و سی ای و موازی های یکسان بی ای و آف قرار دارند. اما مثلث ABC با مثلث DCE مساوی است. پس مثلث DCE نیز با مثلث FCE مساوی است. جزئی از کل بزرگتر است که غیر ممکن است. پس AF با BE موازی نیست. به طور مشابه می توان ثابت کرد که هیچ خط راست دیگر به جز AD نیز چنین نیست. پس AD با BE موازی است. ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما اون رو لایکش کنید و برای من سوالاتتون رو و نظراتتون رو کامنت بذارید. همچنین دکمه زنگولم فشار بدید که اگر ویدیو جدیدی از کانال ما منتشر شد ببینیدش. خدا نگهدار.